کاخی سینمای جامی در مرکز شهری دوشنبه. افراد زیاده گیر آمدند تا حرفای فرخ شریفوف را بشنوند. جهان 25 ساله ای که به تازگی از سوریه برگشته. او داستان پیوستنش به گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه و چگونگی فرارش از آنجا را در حضور صدها نفر از جوانان، مقامهای پلیس و روزنامه‌نگاران بازگو کرد. در برخی موارد وزیر کشوری تاجیکستان به نکات از صحبت‌های فرخ روشنی می‌انداخت. فرخ می‌گوید کسانی که به داعش می‌پیوندند نخست دوره‌های آموزش شریعت و تمرینات نظامی را پشت سر می‌کنند. یکول دست از شرک سر شد. شرک چیست؟ نزد الله در چخلی گناه می باشد. تکفیر برادن، کافیر برادن، حکم صوفی را در دیگر در باره کفر رفت. گفتن که شما در کتاب الله ورمی اوچیلسی یکون سترکتای دولت یکون خونش گم شده گیا کتاب ابروال رفته ایسی تی ابراتیلسی تو مسلمان نیستی تو کافیر بودی تو مسلمان نبودی تو ایجا آمدی مسلمان شدی فامیلی اکشتر مادری من گفتم بیسود اسلام نجوه کافیر بودی گفتم گفت دان گفت تو ای ردی تیلی تم کنشر گفت بعد مدر و مدر اجد خود گفتم کافیر کافیر است کافیر است کن بعد دمونجا در رزنگلس سرازو پیداش جدا بر پایه صحبت هایش این جوان تاجیک با خانم قفقازی تبار در اینترنت آشنا شده و برای پیوستن به داعش اول به مسکو رفته است بعد از آنجا از طریق ترکیه به سوریه رفته به گفته ای وی در سوریه زنهای اسیر و زنان بیوه مانده جهادیان کشته شده میان پیکارجویان دست به دست می شدند. خطی زناشان درامدگی می مرند زناشان از یک شو به دیگر شو ایش می برند با دیگر شو می گرد میرنه نسلین رو می زنند به ها نه جنگ نه هیچ کار نمی کنند زنک از سبیه گفتن می گرند تم سنیم سپیر به نیکا خواه می رند انی که گرابونی تم رابطاید بعد دیسی انا تی بینا دایل تی بیلوش یا لیبا پرادایوش نرینکی لیبا براتو توفه می کنید مثل فرخ چهار جوان دیگری تاجیک نیز پس از بازگشت داوطلبانه از سوریه مجازات نشدند. وزارت کشوری تاجیکستان اعلام کرده هر شهروندی که از شرکت در جنگ های کشورهای خارجی پشیمان است و می خواهد به تاجیکستان بازگردد مجازات نخواهد شد. مقامات امیدوارند به این وسیله تعدادی از اتباع تاجیکستان را از سوریه و عراق به وطن برگردانند. در بین آنها افراد گرایان یا طاغوتچیان زیاد هم باشد لیکن قسمی از آنها بر میگردند دولت تاجیکستان از موقع انسان دوستانه با آنها چنین امکانیت را داده است نه از ترس و هراس چون که از 300 نفر ترسیدن دولت تاجیکستان این خودش من اصلا منطق ندارد مقامات قبلا تعدادی اتباع تاجیکستان را که در جنگ های سوریه و عراق شرکت دارند حدودی 200 نفر خوانده بودند حالا شمار این افراد 386 نفر تخمین زده می شود. برخی ها با زن و فرزندانشان به آن کشورها رفتند. این زن ساکن شهری کلاب در جنوب تاجیکستان است. هفته پیش دامادی 32 ساله او لایق رجبوف در عملیات جنگی در سوریه کشته شد. می گوید دخترش گلرو که 25 سال دارد و حامله است با سه کودکش در سوریه است و نمی تواند به تاجیکستان برگردد. گروه دولت اسلامی به گلرو گفته که می تواند سوریه را ترک کند اما بدون بچه هایش. من همه خوب دختری من در اونجا باشم. یکی ماز میکنم هم رو بری اونجا. هر کس فرزند داشته باشه خیلی میگر کنم من روی کنم دختر مرا. سبحان الله تو گفته سه که جهاد نیست استغفر الله. برای 150 شهروند تاجیکستان به ایتیام عضویت در گروه های تروریستی و افرادگرا پرونده جنایی باز شده و این افراد تحت پیگرد پلیس بین المللی قرار دارند. بسیاری از آنها مهاجران کاری هستند که از روسیه و از راه ترکیه به سوریه و عراق رفتند. این یک وبای عصر است که دیگر جوانان از روی بلهوسی و از روی هوای و هوس دیگر به این روندها از طریق ترغیبات بسیار شدید امیسرها و نمایندگان مخصوص کشورهای عالم سفربر شده ایستادند. دولت میگوید رفتن جوانان به جنگ های سوریه و عراق در چهار ماه اخیر کاهش یافته است اما نگرانی ها در این مورد در حال افزایش است. فقر و فساد گسترده، بحران مالی و افزایش بیکاری راه را برای پیوستن جوانان به گروه های افرادگرا ظاهرا هموار ساخته. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه.